سلام علیکم، خوش آمدیم به برنامه رو در رو. برنامه رو در رو 5000 افغانی پول نقد بزرگش به بردن و نبردن تعلق داره، اما 10000 افغانی پول نقد دوستید موبایل هر شب یکی از دو خانواده که در برنامه اشتراک میکنن حتما برنده میشن. اینکه کدام خانواده برنده میشه تعلق به داره که 300 امتیاز پوره کنن. برنامه رو شروع میکنیم به نام خداوند متعال و معرفی میشیم با خانواده نایاب. تشویق کنین و خانواده زمیر رهبری میخوان. سلام زمیر، خوب هستین؟ جان تان جور بخیر هستین؟ معرفی کنین. به نام خدا و بار سلام خدمت همه بینینای های تلویزیون و طلو و حاضرین در تالان و تیم مقابل و یک سلام خاص خدمت خودشان نبی جان خوجه طیب، پسرم مامایم، خاله جان و همچنان استاد منصور. چی کار میکنیم؟ خب خوجه طیب کسیم محصل پانزه تکنولوژی تیبی در یک اسپانتون های خصوصی و استاد خالد کسیم محصل پانزه کمپیوتر ساینس در یک اسپانتون های خصوصی و همچنان استاد منصور کس محصل حقوق و علوم سیاسی در یک اسپانتون های خصوصی. مشرف شدیم. میریم به طرف خانواده مبارز. یه خانواده بسگل رهبری میکنن. خوب هستیم بسگل؟ جانتون جور هستیم؟ بنامایت خدا، بسگل مبارز هستم، محصل رشته قابلگی فاطمه، فارغ التحصیل رشته زراعت. فایزه محصل رشته نرسینگ و تاج محمد هم محصل رشته علوم اجتماعی پانتون کابل. خب چی تان میشن اینا؟ اینا رو دو دختر امیم هستن و بچه مامو. بسیار خب مشرف شدیم. حالا هر دو سرتیم ما تشویق کنیم که سوال اول جواب بکنیم. بیاییم بیاییم. شانس خوب بردیتان. سوال کشم دو نفر میخواییم بپرسیم. سوال از قبل همکارم از 100 نفر پرسیدن، 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده 8. یکی از ویژگی های خوب یک معلم را نام برید. با اخلاق. با اخلاق از؟ امو کرکتر استادیش. کرکتر استادیش از؟ سیاست. بیاین رفتیم به طرف خانواده نایاب. طیب، یکی از ویژگی های خوب یک معلم را نام ببرید. لایق. لایق از؟ لیاقت. خالد، یکی از ویژگی های خوب یک معلم را نام ببرید. تربیه خوب شاگرد. تربیه خوب شاگرد. بله. از؟ منصور، یکی از ویژگی های خوب یک معلم را نام ببرید. شیوه تدریس. شیوه تدریس. از؟ خانواده مبارز مشوره کنین. زمیر، یکی از ویژگی های خوب یک معلم را نام ببرید. امی که یک درس به یک شوی بهتر با شاگرد بفهمانه. امی که درس را به یک شوی بهتر با یک شاگرد بفهمانه. است؟ امان بطر خانواده مبارز، تاج محمد، یکی از ویژگی های خوب یک معلم را نام ببرید. آن تایم. آن تایم. فایزه؟ با اینا موافق هستم. چی گفتن اینا؟ آن تایم. آن تایم. فاطمه؟ من همچنان. شما همچنان؟ بله. چی گفتن اونا؟ آن تایم. آن تایم. بسگل، شما با اینا موافق هستین یا کدام چیز نو میخواین بگین؟ موافق هستم، آن تایم بودن. آن تایم. چیز فارسی دریش فکر کنم سر وقت است. آه، سر وقت. سر وقت. اگر جوابشان در بین جوابهای باز نشده بود بیشتر از 31 امتیاز میگیرن، ورنه 31 امتیاز خانواده نایاب میگیرن. است به سر وقت بودن. 43 امتیاز آمد به طرف خانواده مبارز با یک جواب که کلشان گفتن آن تایم. جوابهایی که باز نشده با مک جای بخونین. آن تایم 8. نظافت 7. تجربه 6. آمادگی 4. منظم بودن 3. مهربانی. این ویژگی های خوبی یک معلم است. خب سوال دوم هم میپرسیم از نفرهای دوم. فاطمه و طیب میاین، هر دوشان تشویق کنن. شانس خوب بردیتان. سوال کشم دو نفر میخواییم بپرسیم. سوال از قبل از 100 نفر همکاری ما پرسیدن، 100 نفر جواب داد، تعداد جوابای ما شده 7. اگر میتوانستید به یکی از اعضای فامیلتان مدال طلا بدهید، میخواستید کی باشه؟ مادر. مادر است. مادر. شما هم شانس دارید. پدر. پدر. بله. سر خودش میخریدین دیگه، مدال بیار که نتونه مدال بدون. است؟ پدر. بیاین رفتیم به طرف خانواده مبارز. فایزه، اگر می توانستید به یکی از اعضای فامیل مدال طلا بدهید، کی باشه؟ برادر. برادر. از؟ برادر.
تاج محمد، اگر می توانستید به یکی از اعضای فامیل مدال طلا بدهید، کی می بود؟ همسر. همسر؟ بله. خانمتان دیگه؟ بله. آرسی کردین؟ نه. برتان قول میتونم اگر این گپ خود استاد باشین، هر جای خواستگار برین نه نمیگم. انشاءالله. گپ مدال طلا است. خانم بزگل، اگر می توانستید بکی از اعضای فامیل مدال طلا بدهید، کی می بود؟ خواهر. خواهر؟ بله. است؟ خواهر. فاطمه، اگر می توانستید بکی از اعضای فامیل مدال طلا بدهید، کی می بود؟ شوهر. شوهر. ما خیلی خانه این بیگاه دیگه با ترتیبات برو، من چون برنامه رو می بینن. هست؟ شوهر. فایزه، اگر می توانستید به یکی از اعضای فامیل مدال طلا بدین، کی می بود؟ یک. پدر کلان. پدر کلان. بس. تاج محمد، اگر می توانستید به یکی از اعضای فامیل مدال طلا بدهید، کی می بود؟ پسر برادر. پسر برادر؟ بله. هم تو شگک؟ خورد کلانش. خب، از؟ خانواده نایاب، یک جواب اگر شما پیدا کنین 100 امتیاز میگیرین. به او خاطر مشوره کنین اینا صدایتان نشنون. بسگل، اگر میتوانستید به یکی از اعضای فامیل مدال طلا بدهید، کی میبود؟ کاکا. کاکا. از؟ به طرف خانواده نایاب، منصور، اگر میتوانستید به یکی از اعضای فامیل مدال طلا بدهید، کی میبود؟ خانم برادر. خانم برادر. خالد؟ موافق هستم همراه منصور جان. طیب؟ ما با خانم برادر موافق هستم. با منصور شاید موافق باشه. خب. زمین؟ همچنان موافق هستم. موافق هستید؟ بله. خانم برادر، 100 امتیاز میگیرن اگر جوابشان جواب باز نشده بود، ورنه 90 امتیاز خانواده مبارز میگیرن. است؟ مبارک. 90 امتیاز آمد به طرف خانواده مبارز. 133 شدن، سوال سیوم خطرناک ساختن. جوابی که باز نشده با مک جای بخونین. 6. فرزند. فرزند خانواده هم یگان وقت یگان کارهای خارق العاده میکنه که آدم میتونه پدرها بالای فرزند خود افتخار کنن که این بچه ماست. خب با میرقا میبینیم 133 امتیاز دارن خانواده مبارز. خانواده نایاب هنوز صفر هستن. میریم به طرف یک وقفه، زود برمیگردیم. دوی برنامه خوش آمدین. وقت پرسیدن سوال سوم رسیده. سوال سوم ما 200 امتیاز خطرناک هم شده. 133 امتیاز خانواده مبارز دارن. اگر 200 امتیاز خانواده مبارز بگیرن، نیاز به پرسیدن سوال چهارم نخواهد شد. پس نفر سوم تشویق کنین که فایزه و خالد دیر جواب بدن سوال سوم. شانس خوب بردیتان. سوال کشمو دو نفر میخوایم بپرسیم. سوالی است که قبلا همکارای ما 100 نفر پرسیدن، 100 نفر جواب داد، تعداد جوابای ما شده 5. برای کامیاب شدن در کنکور چی لازم است؟ درس خواندن. درس خواندن. است؟ آمادگی. آمادگی. است؟ آمادگی لازم. شب بذارین دوستو، چرا کم نمیزنین؟ تعداد دخترها امروز زیاد است، به اون خاطر که دخترها نگرفتن کم نمیزنین، چک نمیکنین. دیاین اینا؟ رفتیم به طرف خانواده نایاب. منصور، برای کامیاب شدن در کنکور چی لازم است؟ زحمت کشی. زحمت کشی؟ است؟ زحمت. زمیر، برای کامیاب شدن در کنکور چی لازم است؟ پیش از امتحان دادن باید یک آمادگی فوق العاده داشته باشن. آمادگی. است؟ طیب، برای کامیاب شدن در کنکور چی لازم است؟ رفتن به کورس. رفتن به کورس. است؟ خانواده مبارز مشوره کنین. خالد، برای کامیاب شدن در کنکور چی لازم است؟ وقت خوب. وقت خوب. است؟ خانواده مبارز، تاج محمد، برای کامیاب شدن در کنکور چی لازم است؟ برنامه ریزی در درس ها. با اینا موافقم. فاطمه؟ برنامه ریزی. بسگل؟ برنامه ریزی. بله. اگر جوابشان در بین جوابهای باز نشده بود، بیشتر از 80 امتیاز میگیرن، 300 پوره نمیشه. اگر نبود، 80 امتیاز خانواده نایاب میگیرن. است؟
80 امتیاز به خانواده نایاب آمد. جواب هایی که باز نشده با مرگ جاید بخونین. 5. تشویق فامیل 4. حوصله 1. لیاقت. اینا باعث میشه که آدم در کنکور کامیاب شوه. البته از نظر 100 نفر است. هر دو طرف ها فکر کنین صفر هستن، به خاطر از یک سوال چهارم ما ضرب سه میشه 300 امتیاز داره. اگر کل جواب باشه و یک طرف باز کنه حتما برنده بشه. نفر چهارم تشویق کنین، تاج محمد و منصور میان. شانس خوب بردویتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل 100 نفر همکاری ما پرسیدن، 100 نفر جواب داد، تعداد جوابای ما شده. انگام خواستگاری فامیل دختر در مورد کدام خصوصیات پسر سوال میکنه؟ اخلاق. اخلاق. اخلاق چطور است بچه میگه؟ ما خوب آدم هستیم. هست؟ شخصیت. شما هم شانس داریم. تحصیل. 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 چقدر خوانده می بچه؟ هست؟ تحصیل. بیشترین امتیاز هست. بیان. رفتیم به طرف خانواده نایاب. زمیر، انگام خواستگاری فامیل دختر در مورد کدام خصوصیات پسر سوال میکنن؟ با کرکتر بودن. با کرکتر بودن. از؟ طیب، وظیفه. انگام خواستگاری فامیل دختر در مورد کدام خصوصیات پسر سوال میکنن؟ وظیفهش. وظیفهش. که این بچه چی کار میکنن؟ از؟ وظیفه. خالد، انگام خواستگاری فامیل دختر در مورد کدام خصوصیات پسر سوال میکنن؟ پسر چی کار است میگه؟ چی کار است؟ چی کار است این؟ سر پیاز، پایین پیاز هست؟ خانواده مبارز مشوره کنین، پخشتر باش صدایتان که اینا نشنون. منصور، انگام خواستگاری فامیل دختر در مورد کدام خصوصیات یک پسر که خواستگار آمده سوال میکنن؟ در مورد فامیلش. فامیلش از؟ خانواده مبارز تاج محمد، انگام خواستگاری فامیل دختر در مورد کدام خصوصیات پسر سوال میکنن؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. فایزه؟ در باره سین چی؟ سن. فاطمه؟ طبقه خانوادگیش. یعنی پولدار است. شما تصمیم میگیرین با اینا هم نظر باشه؟ سن. سن و سالش. اگر جوابشان جواب شما را دو بود، 300 امتیاز دیگر هم اینا میگیرن. ورنه 216 امتیاز میره به طرف خانواده نایاب، میشن 296 که در سوال پنجم خواهد رفتیم. از؟ مبارک، 216 امتیاز آمد به خانواده نایاب و 4 امتیاز کم، 300 امتیاز شدن. گپ آمد به سوال پنجم. قبل از اون جوابی که باز نشده با مک جای بخوانین، بر ما و شما خوب است بفهمیم که چی را پرسال میکنن، خصوصا بچه های مجرد این چیزا را که پرسال میکنن اصلاحش کنین. با مک جای بخوانین. دو، ماش که چقدر پول آید داره یادم. خب سوال پنجمه، هر دو سرتیم جواب میتن، تشویق کنن. بیاییم. شانس خوب بردیدان. سوال پنجم، شب قبلم که برنامه رو در رو بود، اتفاق افتید اگر دیده باشین. این همینطور سوال های ساده میباشه سوال پنجم که از هر آدم عاقل بالغ بپرسین یک جواب خواهد داشت. این سوال ما قبلا از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داد، تعداد جوابای ما شده 1. میپرسم چی نام دارد؟ دیدین؟ چی نام دارد؟ 3 ثانیه وقت دارین. 1، 2، بگین یک چیزه. 3. چی نام دارد پایتخت افغانستان؟ کابل. کابل. هنوز باز نشده، ممکن کدام پایتخت قدیمی رو نگفته باشن. هست کابل؟ کابل! خانواده نایاب با اشتباه پیش از سوال
سویچ زدن خانواده مبارستان استند برنده شوند. اگر نه سویچ اونا اگر زده جواب میدادن ممکن اینا میگفتن کابل و حال اینا برنده بودن. خیر باشه. شما 10000 افغانی پول نقد، 200 موبایل برنده هستین. پول نقد از طرف برنامه است و 200 موبایل از طرف شرکت خالد لمر. تشکر از شرکت خالد لمر و شما بین خود یک مشوره کنین، دو نفر مرحله دوم انتخاب کنین. خانواده مبارز تشکر از اینکه اشتراک کردین. من میفهمم بعد از اینکه از برنامه پشت صحنه رفتین امرای بسگل خوب جنجالتان ما برای خاطر از کارش. کاش شما توکلی یک دفعه کابل میگفتین که اونجا ما قبول میکردیم جوابتان. خیر بازم تشکر از اینکه اشتراک کردین. خب ببینیم کی ها را انتخاب کردن خانواده نایاب به خاطر بردن 500000 افغانی. زمیر کی ها هستن؟ ما دکتر سپتایم. بخیرتیتان کف زنیم برشان. خب کدام تان اول میخواین جوابتین در مرحله دوم؟ زمیر خوب است؟ درست است. شما باید از موسیقی لذت ببرید. ما شما بریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه 5 سوال 500000 افغانی رو میپرسیم. خوش آمدید به مرحله دوم، دو نفر دو سر امتیاز 5 سوال 500000 افغانی. گپ اینجاست که این دو نفر میتونن 500000 افغانی رو برنده شون یا خیر، بستگی به گرفتن 200 امتیاز داره. در 45 ثانیه هم معلوم میشه. زمیر ما از شما 5 سوال میپرسم، شما 20 ثانیه وقت دارین که به این 5 سوال جواب بدین. اگر کدام سوال زود جواب دادن میتونین راحت بگین بگذر، من میگذرم از 20 ثانیه وقت باقی مانده بود دوباره میپرسم. ده ای کار تایی بیچ کمک برتان نمیدونم، فعلا سرگرم شنیدن موسیقی از صدای ما را نمیشنوه. وقت شما شروع به کم شدن میکنه بعد از ختم سوال اول. 20 ثانیه آماده. چیزی را نام ببرید که برای انتقال اجناس از آن کار گرفته میشود. کراچی. مکانی را بگویید که رفتن به آنجا را خوش ندارید. سیاحت. با داخل شدن در یک دکان خوراک فروشی چی چیزی را میبینید؟ خوراک کباب. چیزی را نام ببرین که در یک دیسکاول میباشد. آرایش لازم آرایش. در کدام سن دوست ندارید ازدواج کنید؟ در سن بالاتر از 40. کف زمین برشان. بسیار خوب. ما در اول از شما پرسیدم چیزی را نام ببرید که برای انتقال اجناس از آن کار گرفته میشود. شما گفتین کراچی. از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 34. دوم پرسیدم مکان را بگوید که برای که رفتن به آنجا را خوش ندارید و شما گفتین سیاحت. چند امتیاز داشته از نظر 100 نفر؟ 0. سوم پرسیدم با داخل شدن در یک دکان خوراک فروشی چه چیزها را میبینید و شما گفتین مواد خوراکی. از نظر 100 نفر چند امتیاز داشته؟ 23. چهارم پرسیدم چیزی را نام ببرید که در یک دیسکاول می باشد و شما گفتین لوازم آرایشی. حتما دیسکاول را هم پالیدین کدام دفعه. چند امتیاز داشته از نظر 100 نفر؟ 12. پنجم پرسیدم در کدام سن دوست ندارید ازدواج کنید و شما گفتین بالاتر از 40. چند امتیاز داشته از نظر 100 نفر؟ 5. 5 نفر از 100 نفر مثل شما فکر میکردن. 74 امتیاز در کل گرفتن. 126 امتیاز دیگه اینا نیاز دارن که 200 امتیاز پوره شود. 126 امتیاز باید طیب بگیرن. طیب را خوب تشویق کنن. طیب جان خوش گذشت. چی شنیدین؟ خواندن بود، سازش بود، خواندنش نفهمیده. در سازش چی بود؟ گیتار، تبله؟ بایم گرانباز کدن نهیرم بگم. 74 امتیاز گرفتن، 126 امتیاز نیاز دارن که 200 امتیاز پوره شود. و شما 25 ثانیه وقت دارین، 5 ثانیه زیادتر به خاطر شاید تکراری جواب بدین. تکراری زمان میفهمین که این صدا را میشنوین. آماده هستین؟ یکان سوال میتونیم بگوییم بگذر 25 ثانیه تانم شروع میشه با کم شدن بعد از ختم سوال اول. درست. 25 ثانیه آماده. چیزی را نام ببرید که برای انتقال اجناس از آن کار گرفته می شود. مطار باربری. مکانی را بگویید که رفتن به آنجا را خوش ندارید. آروسی. با داخل شدن در یک دکان خوراک فروشی چی چیزها را می بینید؟ نوشابه. چیزی را نام ببرید که در یک دیسکاول می باشد. سامان آرایش. قرار است؟ موبایل. در کدام سن دوست ندارید ازدواج کنید؟ 20. کف زنیم برشان. ما در اول از شما پرسیدم چیزی را نام ببرید که برای انتقال اجناس از آن کار گرفته می شود. شما گفتین موتر باربری. از نظر 100 نفر چند امتیاز داشته موتر باربری؟ 22.
بلندترین امتیاز از کراچی بود که قبلا گفته بودن. دوم پرسیدم مکان را بگید که برای رفتن به اونجا را خوش ندارید. شما گفتین عروسی. چند امتیاز داشت از نظر 100 نفر؟ 14. اما بلندترین امتیاز از مندوی بوده که بسیار گیروبار میباشه. سوم پرسیدم با داخل شدن در یک دکان خوراک فروشی چه چیزها را میبینید؟ شما گفتین نوشابه. از نظر 100 نفر چند امتیاز داشتن نوشابه؟ 21. اما بلندترین امتیاز از بسکیت بوده است. چهارم پرسیدم چیزی را نام ببرید که در یک دیسکاول میباشد. شما گفتین موبایل. از نظر 100 نفر چند امتیاز داشتن موبایل؟ 19. 150 شد امتحال. اما بلندترین امتیاز از میکاپ بوده. و پنجم پرسیدم در کدام سن دوست ندارید ازدواج کنید؟ شما گفتین 20 سالگی. چرا دوست ندارین در 20 سالگی آرسی کنین؟ خب خرد میباشه در 20 سالگی. خب حال چند سال هستین؟ حال 21. خب حال خیلی آرسی میکنین؟ حال میکنین اگه شلا شوان. چند امتیاز داشته از نظر 100 نفر؟ 15. بلندترین نیز در سن 14 سالگی بودن. 165 امتیاز گرفتن. 35 امتیاز کم آوردن که 200 امتیاز را پوره کنن. 500,000 افغانی را برنده شوند. خیر باشد. 10,000 افغانی پول نقد. 2 سیت موبایل پرایم که یکش تچ اسکرین. از اینا برنده هستند. کف زمین برشان مبارکتان باشه. شما خانواده های عزیز اگر میخواید در برنامه رو در اشتراک کنید فقط به 456 زنگ بزنید، کلید 622 فشار بدین، نام 4 نفر بگیرید، در برنامه راه پیدا میکنین. این بود برنامه امشب. تا شب های دیگر الله نگهدار. برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید. برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید. اگر میخواید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید. اگر برنامه خوشتون آمد لایک کنید، کامنت بگذارید.